بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در أيام محرم وسفر طبیعی است که سوالات این خیلی طبیعی است که در هر موسمی سوالاتی در رابطه با اون مناسبت مطرح می شود. این خیلی طبیعی است و چقدر خوبه که سوالاتی که به ذهن اشخاص میاد و یا شبهاتی که مطرح می شود اینها مراجعه بکنن. این خیلی خوبه، شبهه در ذهن باقی نماند. از بنده سوال شد، یکی از فضلا سوال میکرد به این که سید الشهدا سلام الله علیه وقتی میخواستن از مکه خارج بشن به طرف عراق، عبدالله ابن عمر آمد و حالا یا خودش آمد یا او را فرستاده بودند، وادارش کرده بودند، با حضرت صحبت میکرد که منصرف کنه امام علیه السلام را از رفتن به سوی عراق. در اونجا حضرت به او فرمودند که اگر پدر تو بود مرا یاری میداد. سوال شد که این یعنی چه که اگر پدر تو الان وجود داشت مرا یاری میداد. در اینجا به نظرم رسید که این موضوع را مطرح بکنم که اگر به ذهن دیگران هم آمده باشه، اونهایی که اهل مطالعه هستند، این سوال براشون مطرح بوده باشه، بنام شد که برای شما ها عرض بکنم و پخش هم بشود این مطلب. بعد از اینکه داستان سقیفه تمام شد و اهل سقیفه امور را به دست گرفتند و دیگه مسلط شدن بر امور، سیاستشون مخصوصا با حسنین علیهم السلام رفتارشون رفتار به حسب ظاهر مؤدبانه و محترمانه بوده و بناشون بر این بوده که ظواهر را حفظ بکنن، مخصوصا با امام مجتبی و سید الشهدا سلام الله علیهما. حتی نوشتن که روزی از روزها سید الشهدا وارد مسجد شدند در حال اینکه پدر عبدالله ابن عمر بالای منبر بود، به او فرمودند انزل عن منبر ابی، از منبر پدر من بیا پایین، برو بالای منبر پدرت. خب این خیلی به حسب ظاهر اعتراض بزرگی باید باشه، اون هم بایستی عکس العمل بزرگی نشون بده. آمد پایین از منبر، گفت بله حق با شماست، این منبر منبر پدر شماست، منبر پدر من نیست. عکس العمل بدی نشون نداد با امام سید الشهدا سلام الله علیه. این خیلی معنی داره که منبر پدرم رو تو غصب کردی، انزل عن منبر ابی. مطلبی که قابل تذکر هست و جالبم هست و خیلی از خواص هم شاید ندانند، در منابع دست اول عامه آمده که خطاب کرد به سید الشهدا، گفت که و هل انبت ما فی رؤوسنا الا الله و انتم، و هل انبت ما فی رؤوسنا الا الله و انتم. خیلی معنای بزرگی داره این عبارت. حالا ایمان داشته واقعا، تظاهر می کرده،
این چه بوده که به سید الشهدا عرض میکنه که این موی سر من که در سر من سبز شده به برکت خدا و شماست. یعنی رویش مو بر سر او به برکت سید الشهدا و اهل بیت بوده. خب او چنین رفتار میکرده با حسنین علیهم السلام و اون چه که اینها برنامه داشتن برای اهل بیت، یعنی بقیه اهل بیت بعد از صدیقه طاهره، و اون چه که واقع شد در ایام صدر اسلام، اون برنامه های بعدی را گذاشته بودن برای بعد که به توسط معاویه و یزید و بعد از اونها اجرا شود. اون چرا که عرض میکنم با مدرک میگم، نه این است که توهماتی باشه از خودم. این مطلب تا اینجا. مطلب دومی که میخوام عرض بکنم عبارت از اینه که عبدالله ابن عمر با امیرالمؤمنین بعد از عثمان بیعت نکرد. بعد از عثمان چند نفر سرشناس با امیرالمؤمنین بیعت نکردن، یکیشون عبدالله ابن عمر و دوم سعد ابن ابی وقاص، که این دو نفر را ما مدرک داریم برای اینکه پشیمون شده بودن از اینکه با امیرالمؤمنین بیعت نکردند، رسما اعلام پشیمونی کرده بودند. این عبدالله ابن عمر کار به جایی رسید که در بعضی از منابع اهل تسنن نوشتن که با یزید بیعت کرد و خود بنده مدرک یافتم برای اینکه پول گرفته بود، مبلغ سنگینی به دستش رسیده بود. بعدم بیعت کرد با عبدالملک ابن مروان و اون داستان حجاج ابن یوسف ثقفی که وقتی رفت با او بیعت بکنه حجاج پاشو دراز کرد، گفت که دستت را بگذار روی پای من، من دستم الان مشغوله. با اهانت پذیرفت بیعت او را. حالا در زمان یزید آمده میخواد سید الشهدا رو تذکر بده به اینکه نرو به کربلا، به کوفه نرو. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که اون هم گفتنش جالب هست اینه، خوب توجه بکنید، باز خیلی ها غافلن از اون چه که عرض میکنم. اگر به پدری تعریف کنن از پسرش، به پدر بگوین که پسر تو چنین تحصیل کرده است، چنین اخلاق خوبی داره، چنین متدینه، چنین چنان، تعریف بکنن در خطاب به پدر مدح فرزند را، میگن این بسیار خوبه، این کار، این کار کار بسیار خوبی است. اما اگر برعکس شد، اگر به فرزندی بگویند که پدرت مرد با تقوایی بود، مرد عالمی بود، مرد فاضلی بود، چنین بود، چنان بود پدر تو، میگن این کار بدیه. مدح فرزند در خطاب به پدرش تعریف هم از پدر و هم از فرزند. اما اگر مدح کردن پدر را در خطاب به فرزند، این اهانت به فرزنده، که تو این چنین نیستی، این تعریض به فرزنده. این مطالبی را که در کنار هم بگذاریم می شود جواب اون سوال. امام علیه السلام می خوان به عبدالله ابن عمر بگن که رفتار پدر تو با من چنین بود که اگر الان بود در شرایط فعلی که من در مقابل یزید قرار گرفتم، او مرا یاری میداد. تو چه میکنی؟ بنابراین این عبارت هرگز مدحی برای پدر عبدالله ابن عمر نیست، بلکه مذمت است برای خود عبدالله ابن عمر. و اینکه پدر عبدالله ابن عمر در رفتارهاش
مثل اون خلیفه اولشون اینا رفتارهاشون با امام مجتبی و سید الشهدا طبق یک سیاستی بوده که اون سیاست رو به مرور زمان فهمیدیم که زمینه سازی بوده برای واقعه کربلا و در صحبت هایی که کردم و به نام ناگفته هایی از حقایق عاشورا پخش شد گوشه ای از این مطلب را اونجا گفتم. بنابراین این سوالی را که تازگی از بنده سوال شده و به اون سوال کننده پاسخ دادم خواستم برای شما هم عرض بکنم و مناسب هم بود که به عرض همه اهل ولایت و همه اهل مطالعه و اهل تحقیق برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.